سلام دوستان عزیز خوش آمدین به یک ویدیو دیگه در این ویدیو یوتیوب یک آپدیت مهم از اقتصاد کلان کل بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین و آنچین برای شما میدم در این ویدیو یوتیوب شما از آخرین اتفاقات مهم اقتصاد کلان و بازار ارزهای دیجیتال با خبر میشین سخت برایتان پیشنهاد میدم ویدیو رو تا آخر ببینین قبل روی ویدیو مثل همیشه برای حمایت کانال کافی فقط روی لایک کلیک بالا کانال حمایت کنین جدید هستین در کانال کانال سابسکرایب کنین و زنگوله کنالش رو آل قرار بدین تا هر بار من ویدیو جدید در کانال آپلود کردم شما اولین شخصی باشین که ویدیو رو ببینین همین لحظه که من ویدیو رو برای شما میگیرم بیت کوین روی 20100 دلار هست در 24 ساعت گذشته بیت کوین تا 19647 دلار پایین رفت دلیلی که بیت کوین پایین رفت دیگه ورشکستگی سیلور گیت بانک هستم و دلیلی که بیت کوین الان پس تو برای مقدار رشد کرده به زودی در مش با شما صحبت میکنم ایتریوم 1418 دلار BNB بی 272 دلار XRP 37 سن کاردانا 31 سن پالیگان 1 دلار و 2 دو سن دوچ 6 و سن دارای کل بازار از سال فعلا روی 969 میلیارد دلار 6.7 درصد منفی در 24 ساعت گذشته حجم معاملات کل مارکت در 24 ساعت گذشته 106 میلیارد دلار بوده دامنه بیت کوین در حال پایین رفتنه الان روی 40.03 درصده درصد آیا یک رشد از آلکون ها در پیش رویه. روی دامنان سیتیریون فعلا روی 17.6 درصد هستن همین چند لحظه قبل میزان بیکاری آمریکا از ماه گذشته فبراری اعلام شد و ماه گذشته چه مقدار کار داخل کشور آمریکا ساخته شده میزان بیکاری کشور آمریکا ماه گذشته از 3.4 درصد رشد کرده به 3.6 درصد یعنی در ماه فوریه اشخاصی بیشتر یا میزان بیکاری آمریکا رشد کرده اشخاص بیشتر بیکار شده چیزی که خب در واقع برای اقتصاد آمریکا خوب نیست اما برای بازارهای مالی مثل بورس دیجیتال خوبه چرا این میتونه برای بازارهای مالی خوب باشه خب وقتی بازار کار آمریکا خراب شه یک مقدار دست فدرال رزرو آمریکا رو بسته میکنه منظور از اینکه دست رو بسته میکنه فدرال رزرو مجبور میکنه که یک مقدار سیاستشان شل کنه ماهی گذشته داخل کشور آمریکا 311 هزار کار ساخته شده در صورتی که در ماه جانوری ای 504 هزار کار بود پیش بینی برای ماه فبراری 205 هزار بود خب بالاتر از پیش بینی آمد اما پایین تر از ماه قبلش آمد نشان میده که یک مقدار وضعیت بازار کار آمریکا در ماه فبراری خراب شده و بعد از آمدن ایدیو تا داده شاخص دلار مثل یک شیت کوین کرش کرد از 108 دنا 104.8 دنا رفت با این تا یک 104.2 هم و فعلا رو 104.39 هسته و بعد از آمدن دیتا داده دیروز اینجا 73 درصد از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی پیش بینی می‌کردن که فد در جلسه 22 مارس ریت بانک مرکزی آمریکا نیم درصد افزایش بده اما الان این ای رفت این الان چلس فقط 43 درصد پیش بینی می‌کنه که در جلسه 22 مارس فد نیم درصد سود بانک مرکزی رفزایش میده 56 درصد هم احتمال 25 درصد میده خب این تا روز سهشنبه هفته بعد یا بعد از سهشنبه هفته بعد هم میتونه تغییر کنه چون سهشنبه هفته بعد چی میایه تورم مصرف کننده آمریکا از ماه گذشته میایه که من فکر میکنم میتونه یک مقدار جهت بازار بورس و ارزهای دیجیتال تصمیم بگیره چون فدرال رزرو در یا پاول در جلسه سنای فدرال سنای آمریکا اونجا میگفت که ما هنوز برای جلسه مارچ تصمیم نگرفتیم تصمیم ما بستگی به دیتا هایی که میآید داره یعنی پسی داده هایی که امروز آمده سهشنبه هفته بعد میاد تورم تولید کننده هفته بعد میاد اینا خیلی زیاد متن روی تصمیم پیش روی فد تاثیر بگذارد دیگه مارکت بتونه تصمیم پیش روی فید تشخیص بده روند خودم تشخیص میده در 24 ساعت گذشته 125.8 هزار تریدر لیکوید شده 376 میلیون دلار لیکوید چیزی که مدام وقت صرافی ها در 24 ساعت گذشته برزش دو تریلیون دلار پول از بازار بورس جهانی و بازار ارزهای دیجیتال بیرون کشیده شده داستان کل نیویورک آمریکا Uh, میگن که ایتریوم یک سیکیوریتی یا یک اوراق هسته چطوری اونا روی صرافی کوکوین شکایت کردن و اونجا ادعا داشتن که کوکوین برای شهروندان آمریکا سیکیوریتی فروخته که ایتریوم هم در لیست ورس ها بود پس ایتریوم از دید داستان کل نیورک آمریکا یک سیکیوریتی هسته که اگر آمریکا ایتریوم یک سیکیوریتی بشناسه بدانین که برای آلکوین خوب ختم نمیشه uh, سیلیکون یک از بانک های بزرگ آمریکاست که تقریبا سقوط کرد الان دقیق در مرز ورشکستگی قرار داره بعد از اینکه سیلیکون ولی کرش کرد سهامش ارزش بازارش الان با کمبود نقدینگی روبرو شده باعث نگرانی دیگه بانک ها شده هوبی گلوبال گلوبال در حال حاضر هفتمین صرافی بزرگ بازار ارزهای دیجیتال فکر کنم بله هفتمین صرافی بزرگ و بزرگتر از حتی کریپتو دات کام توکنش دیشب بدون دلیل یکبارگی کراش کرش کرد 90 درصد پایین رفت باعث لیک... یک لیکویدیتی باعث یک خیلی زیاد شد بایدن به جمهور آمریکا میگه باید از بعد از استخراج بیت کوین مالیات گرفته شود و وایجر ورشکسته که تا هنوز دور بر 900 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مختلف داره در حال لیکوید کردن در حال فروختنش هسته در 24 ساعت گذشته 21 بیلیون یا میلیارد دلار از ارزش اس وی بی یا همون سیلیکون ولی بانک کم شده در 24 ساعت گذشته 80 میلیارد دلار از ارزش بازار بانک های آمریکا کم شده و اگر این بانک ورشکسته بشه که الان قشنگ معلومه دیگه ورشکسته دومین بانکی بزرگ ام... دومین بانک بزرگ آمریکا در طول تاریخ هست که ورشکسته میشه و ای بزرگترین کمپانی یا بزرگترین سازمانی هست که بعد از سال 2008 ورشکسته میشه دیگه بحران مالی حال حاضر یا وضعیت اقتصاد در حال وضعیت اقتصاد در حال حاضر دقیقا شبیه وقت وضعیت اقتصاد در سال 2008 هسته و در 24 ساعت گذشته سهام ایتیویت مال صبح هست در ده صبح به وقت اروپا الان طرف های چار پنج بعد از من این ویدیو بر شما میگیرم چند ساعت قبل که من دنبال رو خواندم سهام بانک های اروپایی بیشتر پایین رفته بعد از زمین سلیکون ولی ارزش سهام بانک های اروپایی و ارزش بازار بانک های اروپایی در چهار ساعت گذشته پایین رفته ترس از بحران نقدینگی ترس از بحران بانک ها بعد از اینکه بیت کوین رفت زیر 20,000 هزار دلار نشان میده که بر اساس داده های آنچین نشان میده که نهنگ ها پریدن داخل مارکت شروع به خرید کردن نهنگ ها خرید کردن زیر زیر هزار دلار بعض نهنگ ها آمدن خرید کردن شاخص سوپیر در 24 ساعت گذشته زیاد تغییر نکرده هنوز زیر عدد یک هسته تا یک مقدار پایین آمده در 24 ساعت گذشته هش ریت بیت کوین هم یک مقدار پایین آمده پول مولتیپل بیت کوین هم یک کوچک پایین آمده واریزی بیت کوین داخل صرافی ها همچنان ادامه داره آدرس های کد قل 1000 بیت کوین در اینا یک مقدار فروختن آدرس های کد قل 10000 بیت کوین داره اینا کاری انجام ندادن آدرس هایی که حداقل 100 بیت کوین داره اینا فروختن موجودی کیفی پول اینا به پایین سطح یک ماه گذشته فکر کنم الان رسیده سه ماه گذشته تقریبا وارزی ایتریوم داخل صرافی ها زیاد تغییری نکرده حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دغم نام یوتیوب مشتبه کپیتال هم با امید بار ویدیو امروز برای شما دوستان مفید بوده باشه بوده لطف کنین ویدیو رو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین کامل بینیسین تا ویدیوی بعد خدا نگهدار